میخوام دعوت بکنم از یک عزیز دل، کسی که همیشه منتظر بودم این باز شه و از اینجا بیاد تو، منم با عشق و علاقه نامش رو به زبون بیارم و بالاخره اتفاق افتاد. میدونم شما هم منتظرش بودین و شما هم خیلی خوشحالین از این که الان او میخواد وارد بشه. دعوت میکنم از عزیز دل، عادل فردوسی پور. واقعا ببین کی اینجا. حالا اجازه میدین بشینم در خدمتتونم. سلام عادل. سلام رام بود. مخلصم. خیلی عسله. یه سلام علیکم. سلام خدمت همه حضار عزیز، خدمت بینندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم و در کنار رامبد عزیز که خیلی 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 دوستت دارم. من همینطور. و در این جمع صمیمی و گرم و متحرک و غیر متحرک و خب چی بگم؟ چی بگم؟ دلم خونه. ببین، یعنی سرتر لیزتر از این ماهی وجود نداره. این ماهی سره. تو میدونی چقدر من آکروبات کردم که عادل بیاد و واقعا دمش گرم. یک شبی گفتش که به من وقت بده. اینک میگم یه شبی، یعنی تو بگو من چقدر چه کارا کردم، چه زنگاز. و همیشه هم به من محبت داشته، همیشه همیشه. یعنی خیلی از شبای خندوانه بوده که به من پیغام داده، مسمس زده که تشویق، تبریک، محبت، عشق، خیلی هم ممنونم. ولی هر کاری کردم، من آخرسه گفتم خیلی خوب، من خودم میکشم کرد. بعد گفت یک روزی خودم زنگ میزنم و این زنگو زد. واقعا دوباره افتخارش. من در خدمتم. خب یه سلام بکن که جواب خندوانه‌ای بگیری. یه سلام خندوانه‌ای و جواب خندوانه‌ای. میگم سلام. آها. سلام. بچه‌ها 230 نفرین. یه بار دیگه. سلام. سلام. آه اینه. عادل خیلی خوش اومدی. مرسی. خیلی خوشحالم تو رو اینجا میبینم. من خوشحالم در خدمتت هستم. مخلصم. خیلی عزیزی. چاکرم. تو هم خیلی زیاد. من اجازه دارم هندوانه برای شما بذارم؟ آره. بله خواهش. من خودم میتونم بردارم. در حد بردارم. من میدونم افتخار میزبانی بهم بدین، اینو براتون بذارم؟ آره خوبه. به نظرم بد نیست. مرسی. خواهش. براتون اینجا اینجا هم کنم؟ نه خودم دیگه در حد. اینم بلدی. اینم بلدم. عادل تو چه جوری میشه که اینقدر موفقی؟ به من راجع به تو گفتم که وقتی آدم میخواد، آدم با تماشا کردن یه کسایی یه چیزایی ازشون یاد میگیره. من خودم معتقدم از تماشا کردن تو میشه موفقیت رو یاد گرفت. که توش پر از صداقته، که توش پر از هوشه، که توش پر از نکته بینیه، که توش یک جور دیگه نگاه کردنه، که توش خیلی چیزا وجود داره و مجموعه اینا و پشتکاره و استقامته و مجموعه اینا میشه موفقیت.
ما خیلی لطف داری. نه واقعا شما من این نظر غیر از من داری. شما موافقی؟ بله. اوه. اعتماد اصلا بالا. بالا اصلا دیگه نمیتونی راجع به چیز دیگه بگی. اینقدر محکم گفتن بله. خب. والا تو خود در الان حالا سالهای سال هست تو کار حالا بنهای مختلف در کنار مردم بودی، حالا تو هنر، تو سینما، این ور اون ور، خودت میدونی سخت حفظ یک جایگاه سخته. یعنی مثلا همه چی میگن که به دست آوردن موفقیت یا قهرمانی شاید خیلی سخت نباشه، ولی حفظ اون خیلی سخته. خب اتفاقی رخ داده الان مثلا 16 17 سالی که از حیات برنامه 90 میگذره، این که این برنامه به حال تونسته ارتباط خودش رو با مردم حفظ کنه، اون هنوز مردم اقبال قبلی رو دارن، حتی بیشتر هم شده، یه دلایلی داشته. لستش تو لطف داشتی به من گفتی و کار من رو ساده‌تر کردی که بگم، ولی خب مردم، من فکر می‌کنم همیشه سعی کردم صادق باشم، خودم باشم، رام بود. یعنی من همیشه دوری جستم از ریاکاری و با ریا اجرا کردن و فیلم بازی کردن و شوآف نشون دادن و یعنی سعی کردم همیشه خودم باشم و همیشه یه اصولی واسه خودم داشتم که این اصول و خط قرمزایی که برای خودم گذاشتم سعی کردم نه خودم نه برنامه به هیچ وجه عبور نکنه. یک از دلایلی که مردم هنوز این ارتباط تنگاتنگو دارن با برنامه فکر می‌کنم همین داستانه، این که مردم احساس می‌کنن که این برنامه صادقانه داره باشون صحبت می‌کنه. حالا در مورد فوتبال الان یه جوری شده که شاید مثلا شدم 15 سال قبل که برنامه ما سال دومش بود فقط آقایون تماشا می‌کردن، الان چونم یه خانم خونه‌دار، یه دختر جوون، یعنی قشرهای مختلف مردم میشینن فوتبال رو، چون یک کم برنامه رفت دیگه سمت اجتماعی، یعنی از جنبه اجتماعی فوتبال مورد بررسی قرار داد و خدا رو شکر من خیلی راضی هستم و همیشه هم تلاش میکنم، واقعا هم کار میکنم رامود، یعنی من خیلی وقت میذارم، خیلی خیلی وقت میذارم واسه برنامه. یعنی اصلا چقدر وقت میذاری؟ یعنی خیلی خیلی یعنی چی؟ ببین من کلا حالا فکر کنم از بچگی کلا دیوونه بودم، دیوونه فوتبال بودم، حالا دیوونه که هستم ولی نه راست میگی، من میشناسمش، راست میگی، نه در این حد البته، ولی کجا میدونی من چه حدی گفتم؟ نه بابا این حرفا چیه؟ نه آخه دیوونگی خوبه، منم همینجوری دیوونه. آره دیوونه خوشخیم هستی ما. آره تو هم هستی ولی میاد حالا، میاد سراغه، صبر کن. خب بعد خب من فوتبال خیلی تماشا میکنم. خب حالا مثلا لیگ ایران باشه، مثلا در حدی که سه تا تلویزیون تو اتاق فوتبال پخش میکنم، بعد یه رادیو میذارم، یعنی کسی بیاد دیوانه میشه، یعنی قشنگ کسی نزدیک میشه قشنگ سرسام میگیره، دیوانه میشه، همزمان داری همه رو رصد میکنی. آره مثلا سه تا فوتبال همزمان، صدای سه تا فوتبال هست، بعد یه رادیو هم بعضی موقع روشنه و مثلا مثلا بازی چهارمه، بعضی موقع تلویزیون کوچیکم دارم اونم دنبال میکنم، بعد تمام بازی رو میبینم. یعنی از بازی مثلا چرا نفت مسجد سلیمان هم مثلا پارسال بازی داشتن اونم با فلانتی، همه رو سعی میکنم ببینم، یعنی وقتم اینجوری تنظیم میکنم بازی رو ببینم. بعد که بازی رو میبینم بعدن تو مثلا شنبه شروع بچا میرم یه دور بازی رو میبینن، نکاتشو برام مینویسن، دوباره شنبه، یک شنبه، دو شنبه، شنبه و یک شنبه، کل 8 بازی و کل حواشی که گرفته شده با دو تا دوربین همه رو دوباره میبینم. بعد قشنگ یعنی بعد اینو دکوپاژ میکنم واسه تدوینگرمون که چجوری بزنه و یه تیم خیلی خوب. آره خودم تنظیم، بچه‌ها خیلی کمکم میکنن ولی خودم خیلی وسواس دارم و در نتیجه پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه کامل و دو شنبه هم که از صبح درگیر کارهای 90، بعد سه شنبه میرم دانشگاه، چهار شنبه یه ذره بهتره، روز بهتریه یعنی بود و شما میری درس میدی؟ آره من سه شنبه اونجا دانشگاه شریف میرم همیشه. چی درس میدی؟ زبان تخصصی مهندسی صنایع. چهارشنبه هم که تا ترم پیش درگیر حالا پی اچ دی و اینا بود، الان درسام تموم شد. تموم شد بعد الان آقای دکتر هستین شما؟ نه هنوز ولی چرا کنید درس بدید درس هستین چرا کنید آقای دکتر دیگه دکتری دیگه دکتر شد هم آقای دکتر صداش میکنم بعد چی من اینجوری رسیدم؟ آن گفته که چقدر وقت می‌ذاری؟ آره آره شب هم درس می‌خوندی؟ آره بعد پنجشنبه جمعه بگیم میگن درگیر فوتبال هست، یعنی کلا ببین زندگی من فوتبال خیلی توش نقش داره. بعد تازه شنبه یک شنبه کل فوتبال خارجی هم هست، اونا هم می‌بینم، گزارش می‌کنم. بعد می‌خوام بگم چقدر دیوونم؟ آره بفهمی. مثلا خواب که من می‌بینم خوابم فوتبالیه. خواب خیلی خواب فوتبالی دیدم. بعد واسه کار بگم بعد میگه نه اونقدی که تو میگی بیشترم شد، من اونقدر نگفته بودم. خب
بازیکن؟ یه بازیکن لیورپول داشت، خیلی هم لیورپولی هستم شدید. مثلا چند بار خواب دیدم عضو هیئت رئیسه و هیئت مدیره باشگاه لیورپول هم بازیکن حالم گردید. آره کلی بعد بازیکن داشت لیورپول، سامی هوپیا، این HYPPIA بود، HYPPIA این هیپیا نوشته میشه. بعد من خود دیگه تحقیق کردم، صفات فنلاندم پرسیدم، گفتم این هوپیا، چون شنیده بودم گزارشگر انگلیسی میگه هوپیا، بعد همش هوپیا میگفتم، بقیه گزارشگرا میگفتن هیپیا. بعد یه وقت یه شب خواب دیدم بعد آیه هوپیا بود و گفت دمت گرم، تو تنها کسی هستی که اسم من درست میگی تو ایران. البته آره، و خیلی تا امسال یه خواب دیگه جدید دیدم، این به بازیکن منچستر گرفته، اشنایدرلین. بعد من چرا آخه بود هیچ وقت اصلا بهش فکرم نکردم هیچ وقتا. بعد خواب دیدم که مثلا با اشنایدرلین هم مسابقه پنالتی داشتیم، پنالتی چیپ میزنیم، بعد بهش میگم من بهتر میزنم تو بهتر میزنی، یعنی در این حد خوابای واقعا عجیب غریب. و بعد تو خوابم حال میکنی با این ماجرا یا نه؟ آره حتما بیدار میشم خیلی ناراحت میشم. بعد میگم آها صبح میشی ناراحت میشی. آره خب با همه من تقریبا بازی کردم، یعنی با همه ستاره واقعا یا بازیشون گزارش کردم یا مثلا گلم زدی. آره خیلی خوب. هیچ وقت دروازه نبودی؟ نه خدا رو شکر تو خوابم استعدادش نداشتم. چه عجیبه باحال. خواب خنده دار که تو خواب بخندی چی دیدی؟ والا همین نمیدونم الان این اشنایدرلین از همه چیز دیگه هم بگه. یه سری آخه بقیهش هم یه سری هست که دیگه قابل تعریف کردن نیست دیگه. چرا؟ به نظرتون هوشش چقدره؟ نه واقعا به نظرتون چقدره؟ 150 هست؟ 160 هست؟ 170؟ 180؟ 190؟ 200؟ 220؟ میتره که من میخوام اینو بگم. ببین به همه هم میدونیم که یقیناً خیلی باهوشه، یقیناً خیلی باهوشه. خب به هر حال ما هم آدم های کموشی نیستیم، میفهمیم یه آدم خیلی باهوش چه شکلیه. من میخوام اینجوری بشه که ما وقتی میگیم به یکی نگاه کنیم بفهمیم موفقیت چه شکلیه، وقتی به تو نگاه میکنیم بفهمیم چه پارامترهایی رو باید رعایت بکنیم که ما هم بتونیم موفق بشیم. پشت کاره، وسواس، یعنی دقت زیاده، درسته؟ کوتاه نیومدنه، دقیقا اصول قائل شدنه. آقا من خیلی چه اخلاقی چه حرفی. آره من رامود خب خیلی سختی کشیدم تو این سالها، خیلی طبیعی خودم ببینم برای چرا؟ نه کلا به خود میدونی به حال بالا و پایین زیاد داشت کاری. آره فشار کاری زیاد بود، حالا از درگیری های مختلفی که در سالهای مختلف چنان با نماینده مجلس گرفته تا وزیر و نمیدونم رئیس سازمان طبیعت بدنی. آره خیلی زیاد بوده. خب این موهام همش سفید شده، یعنی من خیلی سختی کشیدم، ولی خب یه سری اصولی رو حالا زیاد خب حالا خوب پایانش خوشه. من رو اصول خودم وایسادم. خب تو این سالها مدیران سازمان از من حمایت کردن. چرا؟ چون میدونستن که من، یعنی من فکر میکنم اینو کامل یقین پیدا کردم من سالم کار کردم. یعنی من هیچ وقت سعی کردم از این موقعیتی که داشتم و دارم هیچ وقت هیچ حتی استفاده نکنم، چه برسه به سوء استفاده. خیلی این یه مرز خیلی باریکیه که من همیشه اینو فقط باریکی که من خیلی حتی نمیفهمم استفاده یعنی استفاده نمیکنم یعنی چی استفاده یعنی مثلا حتی سوء استفاده رو میفهمم. سوء استفاده که خیلی واضحه توی برنامه پربیننده تلویزیون، چقدر به حال انواع پیشنهادهای اغوا کننده و بی شرمانه و انواع اقسام پیشنهاد توی سالها شده دیگه، خیلی طبیعیه. استفاده منظورم اینه که آقا مثلا هیچ اشکالی نداره که مثلا من برم روی استیج مراسم اجرا کنم، ولی هرگز این کارو حتی نکردم. من میگم تلویزیون این فرصتی که در اختیار من قرار داده من نباید، با اینکه میتونه خیلی به لحاظ مالی به نفع من باشه، خیلی میتونه زندگی من تکون بده به لحاظ مالی، ولی هرگز حاضر نشدم که مثلا برم یه جور برنامه اجرا کنم، چون احساس میکنم که شأن برنامه، شأن من، شأن 90 اینجوری پایین میاد. این نمیدونم، حالا همیشه سعی کردم این اصول رو واسه خودم حفظ کنم. یه حلقه بندازیم با هم. بندازیم. آره. من عاشق بازی ام. ببین. راست میگی؟ آره. اصلا ببین من یعنی وای منم عاشق بازی. آخ اصلا این کودک درون من تو الان روز کودک بودین یه روزا. خب کودک درون من تو نمیدونم چرا هیچ وقت بزرگ نمیشه. بهتر؟ من خیلی خوبه. حالا من می‌خواستم حالا یک بشیم از تو یه چیز بگم. تو اینقدر از من نمیخواد الان از من چیزی بگی. نه اگر از تو؟ نه باش بلش کن. آه میگم آخرش میگم حتما میگم آخرش.
من یه طرح امتحان نکردم ها. من اگه مثلا میز پینگ پونگ بود اینجا، یعنی با دست چپ بازی میکردم، با دست چپ بازی میکردم. پینگ پونگ، تنیس، توپ پینگ پونگ و راکت بیاریم. امتحان کنم. باشه، قلقگیری کن. قلقگیری کنم. پاتو ببین، پاتو میتونی بچسبونی به اینجا. عادل میدونی تو، میدونم که خندمانه نگاه میکنی. این 20 بقیه دهن. همش راحته که. قلقگیریش بود؟ این قلقگیری بود تازه. اما اگر خوب نشد این میشه اصلی هم حساب بشه. آها باشه. شروع کنیم. من به نظر شما شما قلقگیری کردی میخوای الان دوباره چهار تاشو بندازی؟ نه. دم قلقگیری تا الان خیلی به درد. من قلقگیری حساب کنم یا نه؟ آها خیلی. میتونیم الان مسابقه رو تموم کنیم من برنده بشم. نه دیگه، نکن دیگه. یه قلقگیری فرضش کنی. چون واقعیت همون قدری که تو بازی دوست داری منم دوست دارم. کسایی که بازی دوست دارن دلشون میخواد ببرن. خدای من شکرت. خواهش کنم بکنیم یه بار دیگه، جرزنم هست. همه اونایی که بازی دوست دارن برد و دوست دارن، در نتیجه جرزنم هستن. نه جرزنی نیست آقا، نگفتی یه بار، نگفتی یه بار که الان من 30 تا 20 درسته؟ بله. خب قدت هم بلنده، حواست. وای وای سپان عادل. پنجاه بیست. بس سی تا میخوام مساوی شم. مساوی شدی؟ 10 تا 5 کردم. حالا چیکار بکنه؟ اینا کجا بردید؟ خب میزش کو؟ رو هوا میزن. یعنی چی؟ بیا اینجا. خب بیا رو این میز بزن. بیا. تورش کجاست؟ حالا مثلا فرض میکنیم یه جا هست، چه میدونم. جا اینجا ها. خب بیا. خب بزن، بیا رو میز بابا جان. خیلی خب ندیدم. زیادی تو میز خوده. خیلی خب باشیم. شوی بیزنی بابا جان. میرم بابا. آدل اینجا بپرم بالا برو. بچه ها برد واقعا. ببین بگو که این اصطلاحایی که استفاده میکنی یهو خلقش کردی یا بهش فکر کردی یا چجوری شده هی استفادهش کردی جا افتاده؟ ببین بیشترش بدایه بود، درام بود. مثلا اون چقدر خوبی ما بازی ایران آرژانتین خیلی خوب بازی کردیم. خب خب یه دفعه گفتم چقدر خوبی ما. آره و
بعد این خیلی بداهه بود. خب نه من فکر نمی کنم راستش راجع به بعض موقع پیش میاد چه گل نزنیه یه بار پیش اومد نه چه میکنه یه دفعه چه میکنه مثلا بازی خیلی هم اینا جا افتاده. آره خیلی جاها استفاده میشه. حس شهرت و این محبوبیت تا این حد با روح و روانت چی کار میکنه؟ اولا که خیلی لذت بخشه. قطعاً خیلی لذت بخشه که مردم لطف دارن. یه خیلی فرق بین شهرت و محبوبیت. بله بله بله. خیلی من اینکه احساس کنم که مردم منو پذیرفتن، پیر و جوون، زن و مرد منو پذیرفتن، کار منو و تلاشی که من کردم، من زندگیمو گذاشتم واسه این کار و اینکه احساس میکنم که این پشیمون نیستی؟ نه اصلا. اصلا. خیلی چیزا از دست دادم تو زندگیم، خیلی کارهایی که همه آدمای عادی میکنن و من نمیکنم، خیلی جایی که همه میرن و من نمیرم، ولی در کنارش من لطف مردم کنارم بوده و این خیلی برای من عامل انگیزنده، تنها عامل انگیزنده ای که واسه من باعث میشه اینقدر انرژی داشته باشم تو کار همین لطفی که مردم داشتن. چون واقعا به لحاظ خودت بگید الان تو تلویزیون دیگه مدیوم تلویزیون اومده دستت که مثلا چجوریه برآورده، چجوریه پول، چجوریه، واقعا اونجوری نیست که تو هر کار دیگه که میرفتی قطعا میتونستی پول بیشتری در بیاری. پول و خدا رو صد هزار مرتبه شو واقعا پول هیچ وقت برام اصلا ملاک نبوده، یعنی و اگه بود قطعا خیلی فرق میکرد و من قطعا این جایگاه نمیداشتم مطمئنا. میفهمم. یه چیزی گفتی راجع به این که من در طول این سالیان صداقت داشتم و این چیزی که همه ما راجع به تو میدونیم و این باعث شده که انقدر مورد توجه و محبت مردم قرار بگیریم. سوالم اینه، یه ذره شیطنت میتونه توش باشه تو سوالت؟ آره. در بقیه برنامه ها این نیست یا در جاهای دیگه جامعهمون این نیست یا کمه که انقدر نود با تخصصی بودنش الان تبدیل شده به یک برنامه که به قول خودت خانم خونه‌دار و حتی کسایی که اصولا فوتبال و خیلی دقیق و حرفه‌ای و با چیز پشت کار دنبال نمی کنن ولی میشینن برنامه تو رو میبینن. یعنی خیلی وقتا آدم ها میشینن برنامه تو رو نگاه میکنن نه به خاطر فوتبالش، به خاطر طور برخورد تو با همه موضوعات و تو میشی قهرمانی که حالا باید بزنه مثلا اون در نرو و کیف میکنن ایوال قهرمانمون زد مثلا نابود کرد اونایی که داشتن پرت و بلا میگفتن. ببینید در مورد برنامه دیگه، خب تو این سالها خیلی برنامه اومدن بودن هستند، برنامه هایی که رانت در واقع مسائل مالی پشتشون بوده، یعنی قشنگ حمایت مالی خیلی زیاد از جاهای مختلف می شدن، حتی حمایت درون سازمانی و بیرون سازمانی هم داشتند. ولی خب من حالا همیشه میگم که چون خیلی از برنامه ها چون نیتشون خیر نبوده، من خیلی به این اعتقاد دارم، یعنی نیتشون مثلا این بوده ما بیایم 90 رو بزنیم، بیایم رقیب 90 بشیم، نیتش این نبوده برنامه خوب بسازیم. در صورتی که من خودم خیلی آدم رقابت جویی هستم، یعنی من بله میفهمم، دیدم دیدی وقتی زد منو برد چجور شد قیافش یه ها شنل و شوالیه شدی رو نه یعنی کلن خیلی یعنی من اصلا رقابت نمیترسم، خیلی هم دوست دارم، همیشه هم تو کار دوست دارم که رقابت بکنم، ولی هرگز تلاش نمی کنم رقیب هم از مثلا با شکل غیر اخلاقی از صحنه بدر کنم یا برم بدم چه برم از این کارهایی که می کنم چه برم تیم رسانه‌ای را بندازن نمیدونم برم این ور اون ور بوق کرنا بکنم آی فلان. من دلیل اصلی که می بینم خیلی اومدن، خیلی تلاش کردن، خیلی خرج کردن، خیلی حمایت شدن و به جایی نرسیدن، اینکه نیتشون خیر نبود. نیتشون این بود که آقا بیا مثلا 90 بیا 90 مثلا بزنیم 90 تحت شعاع قبل دست دیگه. من فکر می کنم اصلا هیچ دلیلی میتونه خیلی آدم کار خوب بیاد انجام بده اگه نیتش کار خوب انجام دادن باشه، خیلی میتونه موفق هم باشه. معلومه آدم خوشحالی هستی؟ آره کلا. کیا بد اخلاق میشی، کیا عصبی میشی، کیا ممکنه که ازت خوش اخلاقی دیده نشه؟ کم عصبانی میشم، آره عصبانی میشم، بعد عصبانی میشم، ولی کم، خیلی کم. رو آنتن عصبانی شدی اونقدر؟ آره. ببین من خیلی سالم زندگی کردم به لحاظ به هر از هر نظر، وقتی که تهمت های انواع اصلا تهمت ها فکر کنم تا
تو هم چشیدی اینو یا این حرفا، ولی تهمت مالی زده میشه، چه هم تهمت‌های عجیب غریب با آدم زده، خیلی به هم می‌ریزن. این که احساس می‌کنم این همه من زحمت کشیدم، این همه خودم رو حفظ کردم، این همه تلاش کردم که با صداقت کار کنم و با سلامت کار کنم، ولی یه سری آدمی که من به نظرم مغرض هستن یه همچه حرفایی میزنن، خیلی عصبانی میشم. تو خانواده چی؟ نه آدم آرومی، کلا آدم آرومی هستم، بس کم حرف هم هستم، هم آروم هستم هم کم حرف. تو کم حرفی؟ به خدا. خب لبخند بزن لطفا. بچه چند سنی لبخند بزنی؟ نه سب کنی؟ منصف باشین. 90 ثانیه. نه آقا رفیقم نمیخوام اینجا اذیتش کنم. دو معتاد. نهو میگیریم به چیز به نیت 90. ضرب در دو میکنیم بشه 18. نمیدونم چرا ولی به نظرم 18 ثانیه بعد نیست. 18 ثانیه لبخند عادل رو با هم میبینیم. تماشاگرها بعد امتیاز بدن. خوشحالم من به عنوان مهمون تو این هفته نیستم. آماده این براش پیشمونیم بچه‌ها از 18 میایم پایین. 1 2 3 منم خیلی. من اجازه دارم بدونی که تو بلنشی بیام سمت و یک کاری بکنم؟ بریم بیار. 1 2 3 اندمونه. از خواب زحمت شدیم بفهم. عادل فردوسی پور آدم پولداریه. والا نمیدونم تا نور بتون از پولاشن چی باشه. نور بفهم. فهم. بیلای شمال و خونه بارشن. نه. چه نریه. فهمدیه. مردم از قاب تلویزیونی اون توانمندی عادلی میبینن. ولی بعد کنارشون زندگی کرده باشی که ببینی واقعا منحصر به فرد تو حوزه خودش. یک خیلی باحاله. نیم ساعت یه ساعت با هم دیگه بشینید انگار مثلا قبلش 10 ساعت با هم دیگه رفیق بودید. به طور کلی شخصیت شیرینی داره. تعریفش از زمان ساعت 2:30 نصف شب برای آیتمی که فرش بعد کار کنیم به شما زنگ میزنه و بیدار باشی میگه چرا الان بیداری 2:30 نصف شبه و خواب باشی میگه الان چه وقت خوابه. و تعریف جدیدش مثلا تعریفش از جای پارک. جای پارک هر جاییه که بشه وایساد. آره. پارک میکنه. این اگه یه ماشینی دیدید که از دو طرفش داره ماشین رد میشه ماشین عادله قطعا. و تعریفش از مزه خوشمزگی گوجه فرنگیه. و هر غذایی که به مقدار خیلی زیادی گوجه داشته باشه خوشمزه است. من هر چیزی که براش سفارش بدم
گوجه فرنگی زیادم برای اشتباه بشه. چرا؟ فوق العاده دوست داره گوجه فرنگی؟ فوق العاده زیاد دوست داره. چنقدر دوز بهش میزنه؟ پول مول زیاد داره دیگه ها؟ نه به علت جای پارکه. من باز خدمتتون عرض کردم جاهایی که استاد پارک میکنه کاملا مناسب عزیزان سارقمون هست، در مکانهایی که کاملا میتونه دوز بزنه و نه دوزگیری نه هیچی، به این علت این کار انجام میده. ولی این دوزه که این دفعه گرفتنش، کیفه رو که گرفته بود گفته بود که وای من دیدم این ماله عادله، گفتم این دفعه منو میگیرن. آدم تند و عصبانی یا؟ من یک بار در طول این 20 سال دیدم عصبانیش، آسانه تحملش خیلی بالا، خیلی کم، اصلا بی نهایت کم. یعنی ما عصبانی میشیم ولی یه چیزی که میگم یاد گرفتیم ازشون صبره، خیلی صبوره. فرد تحصیل کرده است؟ تحصیل کرده است. بله دیگه استاد دانشگاه. استاد دانشگاه است. مترجمه؟ مترجمه تو حوزه ادبیات فعال. بله دیگه چند تا کتاب ترجمه کرده و اصلا اومده فرهنگ فوتبالی رو تغییر داده. خب به غیر از اینا هنری چیزی داره؟ هنرمند کامل دیگه. اصلا یه چقدر محمد حسین یه چیزی اصلا والله مثلا نشده که یه بار بپره پشت چشاتونو بگیره بگه اگه گفتی من کیم این کارا نگه؟ نه نه اصلا برغلک بده اصلا توی این کارا نی میره آقا باره. لبخنده چجوری؟ لبخندش هم چند نوع داره. اصلا لبخنده یه چیز بیمزه برش تعریف کنیم. لبخنده یه چیز بیمزه هست. لبخنده لبخند نداره یا لبخنده اگه لبخند بزنه یعنی بیمزه بوده، اگه بامزه باشه قهقهه میزنه. کاملا فرهنگه اهل حوزه اندیشه است. میرن بعضی وقتا سینما اینا میرن. منتها سینما آخرین بار رفته بودیم جشنواره با موبایلش بازی ملوان و راهن رو داشت نگاه میکرد، شبکه گفتم چه کاریه مثلا فیلمه داره اکرام میشه کارگردانم خوشحال جلو نشسته که مثلا بعد برفک ملوان بازی تو انزلی بارون میاد صفحه موبایل انقدر خوب مثلا میشه راحت فیلم و اون فوتباله رو ببین. سینما هم که میره مثلا شکلی هم فکرش همونجاست. آقا فقط فوتبال تکی کلامش چیه؟ یه تکی کلام داریم به اسم استاد خب که فقط یه نوع گفتنشه که همه میدونن منظورمون آقا عادله. یعنی میگن استاد هست چهارمه یا رفته زیر زمین تو باکس مونتاژ داره مونتاژ، این استاد هم میفهمن. ولی خودمون میدونیم که استادای دیگه‌ای که میگیم مفاهیم متفاوتی داره. مثلا میگه استاد منظورمون یه چیز دیگه است، بعد استاد بگو بیاد مثلا دقیقاً هم میدونیم کیو داریم میگیم. چه میکنه فلان بازیکن؟ آره چه میکنه این دیگه همه دیگه میشناسن دیگه، حالا یه مقدار قدیمی شده و دیگه میتونم متقاعد نشم. خودمونی و صمیمی انگار همینجا نشسته. یه چیزی بهش بگو. چقدر خوبی شما. چقدر خوبی. خیلی خوبی. بعضی از آدم ها رو باید توی قاب قرار داد و از موجه خودت آویزون کنی که جلوی چشمت باشه، همیشه ببینیش. از موجه آویزون کنی آویزون جلوی چشمت باشه، جلوی بلکت باشه. و آدم، همچون آدمی که من در قاب قرارش دادم و همیشه جلوی چشم من هست و یه توصیفی ندارم در دوست داشتنش که بیان بکنم. خیلی لطف کردی. اختیاره شما لطف کنید زحمت کشید. از این شیرنی ها به ما تعارف میکنم؟ حتما 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 تعارف کنید. خواهش میکنم. عادل فردوسی پور عزیزم اینجاست و داریم معاشرت میکنیم. خیلی هم باشه خوش میگذره. هندوانش رو میل کرد، یه ذرم آب نوشید. پینگ پونگ بازی کردیم برد، پرتاب حلقه بازی کردیم برد. سنگ کاغذ قیچی هم میتونم بازی کنم. بیا بزنیم. یادت میگه؟ بیا من بیا حالا اشتباه که خاطرم بگم. من مثلا بچه که بودیم، من خواهر دارم برادر. بعد تو بزرگتر از همین؟ من بزرگترم. آره خیلی بزرگترم. من 10 سال از برادرم و 8 سال از خواهرم بزرگترم. بعد باشون سنگ کاغذ قیچی بازی می‌کردیم که هر کی به بازی بره ظرفا رو بشوره. و همیشه من می‌بردم. وای. بعد مثلا من باشون بهشون مثلا میگفتم حوصله نداشتم چون کم حرف میزنم، مثلا میخواستم بگم چراغ خاموش کن، میگفتم چخه. راز میگی؟ بله. و جا افتاده بود. و جا افتاده و ده به یعنی در رو ببند. مثلا چخه یعنی کوله رو خاموش کن. بعد بعد دیگه اسمس شده مثلا جایی باشی ره یعنی روشن کن. بله. رجه چی میشه؟ رامبود جوان میشه رجه، میشه مثلا رامبود جمع کن. نه رختارو جمع کن. چه بال خود. آره بعضی بعد اسمس هم بعضی موقع میدم خیلی مختصره، مختصر میدم. بعضی موقع مثلا حرف مخفف، مثلا این دفعه
واسه دو تا این همکارامون می‌خواستم بگم بیانیه آخر آقای کیروش آماده کنن که تو ال سی دی بنذارن بیانیه K A Y. بعد زحمت این دوستمون آقای نادر آقای معارفی بود، بگم گفتش که بیانیه کیو من چیکار کنم. بعد زنگ زد بهم اسمم بیانیه کیو، فکر کیو خونده بود کی. آره بعد برای زدم سی کیو، یعنی کارلوس کیروش. بعد اینا به دیگه زنگ زد، گفت دیوونه کردی ما رو چی؟ پس آدم میگه من چیکار باید بکنم؟ حالا اسمسی چیز هم بگم، حالا اسمس گفتن این هم بگم یادم میره. این یکی از این چند سال پیش بود، یکی از این اسمس خیلی زیاد اشتباه میفرستم من، خیلی زیاد کنم، بعضی ما اشتباه میفرستم، مثلا خواستم آدم اشتباه، مثلا خواستم رامبود بفرستم، مثلا میفرستم واسه مثلا یه دفعه آره مثلا یکی دیگه میفرستم. بعد یکی از این خواننده های خیلی معروف چند سال پیش برای من اسمس داد که عادل جان خیلی خوشحال میشم کنسرت من بیا. من کلا نمیرم، هیچ جا نمیرم کنسرتم، بعد نمیرم. بعد یادم گفتم جواب میدم بعدم بهش. همزمان داشتیم تیم فوتبال جور میکردیم با بچه ها که یه تورنمنتی بود، مثلا داشتم میگفتم بازیکن کیا رو بیاریم کیا رو نیاریم. بعد مثلا آخرش بهش گفتم، مثلا گفتم آقا من فلانی رو میارم، گفت نه فلانی خوب نیست، مثلا گلری خوبی نداره. بعد زدم میخوای مسی رو برات بیارم؟ خب این اشتباه فرستادم واسه اون خواننده. آره پس من از خیلی محترمانه از عادل عزیز خیلی خوشحال میشم در کنسرت من باشی، اینا من میخوای مسی رو برات بیارم و کل خجالت کشیدم. و وای منم یه بار برای بازیگری اس ام اس اشتباه دادم. خیلی بده. و اشتباه تایپ کرد، نه به آدم درست دادم، اشتباه یه کلمش اشتباه تایپ کردم. خیلی بده. بدبخت شدم. این برنامه تیتراژمون رو آنتن بود همین دوشنبه. بعد یه نوار فوتوکلیپ واسه زنده یاد آیا هادی نوروزی ما خیلیم تلخ بود، خیلی راحت بود. آره درست کرده بودیم. بعد تیتراژ پخش کرد رو آنتن، من زنگ زدم آقا داوود یکی از همکار ما که نوار قرار بود از پخش بیاره استودیو که اومدی بر 11. بله بله. یه فاصله مثلا 4 5 دقیقه با موتور داره. مثلا داوود کجایی؟ چرا خیلی یکم عصبانی، داوود کجایی چرا نمیاری نوار رو؟ حالا تیتراژ رو آنتن. بعد گفت سلام عادل جان. بعد نگاه کردم دیدم آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال گرفته. واو. چرا نمیاری نوار؟ چرا نوار نمیاری؟ آره بنده خدا و خیلی بیا سنگ کاغذ قیچی بریم. چند تایی؟ چند تایی بریم؟ سه تایی. پنج تایی. پنج تایی. خب جرزنی نکنی ها. نه تو جرزنی نکنی. من جرزنی نمی کنم. بعدم یادت نره اینجا تریتوری منه. خب تا اینجا که باختم خدا این یه دونه رو ببرم، من روی ادعا دارم. سنگ کاغذ قیچی، 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 دو یک، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ تمام شد دیگه. سه تا گفتم، پنج تا گفتم، پنج تا. سنگ کاغذ قیچی، سه دو، سنگ کاغذ قیچی، چهار دو. همه رو با این بود. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. همش باختم. اینه ببینین یکی که عادل، یه سری از رفقامون که اینجا تشریف دارن احتمالاً از لباسای فرمشون تشخیص میدیم، از گروه یکی یکن. خب برامون هم کیک آوردن، میخوایم کیک ببریم. و یه چیز جالب دیگه هم وجود داره بگم. یه جریان خیلی باحالی راه افتاده به اسم همسفره. 400 هزار کودک زیر 6 سال که سوء تغذیه دارن در ایران شناسایی شدن و امکان مالی برای پدر مادر وجود نداره که بچه‌ها درست تغذیه بشن. همسفره یک سایتی داره، تو میتونی بری اونجا یک تعدادی بچه یه بچه رو یا حالا هر چند تایی که ممکنه رو انتخاب بکنی. و 14 تا سایت خبری که در حالت عادی ممکنه که چش دیدن همدیگر رو نداشته باشن برای ماجرا اومدن کنار هم دیگه واسادن و هر سه هفته یا ماه یه بار گزارش کامل میدن از عملکرد این جریان. حالا تو هم میتونی پول بریزی به حسابشون، هم میتونی یه تعداد بچه رو انتخاب بکنی و بگی که من در ما، چون سبد غذاییشون که اینا نیاز دارن جوری که طراحی شده و کارشناسی شده 70,000 تومنه هر بچه. اما ازت خواهش کنم خودت هم این کارو بکن، مثلا بگو یه تعداد یکی دو تا بچه خودت هم برمی‌داری. در 90 هم لطفاً بگو که این باز شنیده شه و
که ترغیب بشن آدم ها کمک بکنن، چون کاملا این سوء تغذیه یا باعث آسیب دیدگی خیلی جدی جسمی خواهد شد یا باعث آسیب دیدگی خیلی جدی ذهنی، یعنی معلولیت جسمی یا ذهنی جدی ایجاد میکنه. مجموعه یک و یک مدیریتشون 200 از این بچه ها رو به مدت یک سال تقبل کردن که سبد غذاییشون رو تأمین بکنن. به نظرم این تشویق داره. اگه اجازه بدید من ببرم. ببرم. میخوام ببرم. بچه از کجاش بزن؟ از وسط یک و یک میزنم. تو که خامه؟ نمیخورم. تو که خامه؟ نه با جانتو. اصلا خام، اصلا کیک خامه ای نیستی؟ شکلات خورم نیستی؟ سعی میکنم نخورم که مثل تو چاق نشم. من میخورم که مثل خودم چاق بشم. خب شاه حسینی بیا کیکو ببر، بعد تقسیم میکنیم با بچه ها. میخواد حتی عمرن به 200 نفر برسه. بچه ها ولی همشون میل کنن. بعد اگه رسید به خانما آقایون قطعا بهشون میمیرسه. خب یه تندیس هم یک و یک به ما دادن، خیلی ممنونم، اونم نشون میدیم. چی میخواستم بگم؟ آها ببین تو قطره قطره رو عضویت داری؟ نمیشه عضویت عضو بشی؟ بده بعدا تو خلوت خودم حالا شاهد شدم. آها این اون تندیس هست. آها تو خلوت خودت از همون تشکر کردن بچه. این جملاتی که مرسی، این جملاتی که میگم لطفاً کامل کن. آقا گفتی توی کمپین قطره قطره عضو نمیشی مگر در خلوت خودت بهش فکر کنی و اون وقت، ولی میدونی چیه؟ آره؟ آها آره. خب الان چیکار بکنم؟ این جملاتی که میگم کامل کن. خب. خندوانه یعنی فلان اینا. جناب خان خالی خندوانه تولد بذار از اول خندوانه چی بگم که چرا موفق بوده، اشکال نداره بگم الان بعدش دارم. بعدش این جوابات رو من دارم میخواد نظر تو رو راجع به خندوانه. آره. بدونم با همون هم با همون رو راستی و دقت خودت داری. من خدایش همه رو میشناسن، کسی از کسی علیکی تعریف نمیکنه. معلومه واقعا و فایده هم نداره. من تو رو همیشه تحسین کردم. الان خودکار چرا اینجوریه؟ آنتن دادم تو. تو رو همیشه تحسین کردم به چند دلیل. یک، این انرژی و این شوری که داری قشنگ به مردم منتقل میشه و واسه همین برنامه موفق شده. جدی میگم اینم قشنگ تو تک تک برنامه‌هات این انرژی به مردم منتقل میشه، با تمام وجودت اجرا میکنی، برای همینه که برنامه به مورد اقبال قرار گرفته، این تردیدی نیست. و آدمای خیلی خوب و قوی از آقای شریفر عزیز گرفته تا بقیه تیم خیلی خوبی جمع وجود کردی، همین اون محمد بهرانی نابغه و کلا اصلا تیمتون فوق العاده است. خب و البته میگم اون اجرای بدون ریای تو، بدون اینکه شو اجرا کنی، بدون اینکه خودتو بخوای نمیدونم اغراق کنی، خودت هستی و اینکه خودت هستی مردم خیلی، برای همین من این اتفاقی که خنده رو آوردی تو خانواده ها، اینکه مردم میشینن پای تلویزیون، یه اتفاق خیلی مثبت. من واقعا تحسینت میکنم و تمام مدیران سازمانی که حمایت کردن از این برنامه رو من واقعا تحسین میکنم، چون میدونم خیلی سختی کشیدی، چالش زیاد داشتی، ولی پای این برنامه وایستادم و بایدم وایستم. چرا؟ چون خیلی بهترین راهی که مردم نرن ماهواره و سریالای شبکه ماهواره ببینن همین برنامه های خیلی ساده. یعنی تو کار خیلی خاصی نگه، تو خودت بودی یه برنامه بسیار خوبی، ایده خلاقانه که اون کمدین ها استنداپ، من خودم استنداپ کمدی ها رو مثلا میشستم میدیدم، خیلی تعریف میکردی. آره قشنگ من میدیدم دنبال میکردم و واقعا برام خیلی جذاب این ایده خلاقانه. یعنی شما در این اینکه موفق بودید یه ایده خلاقانه هم اضافه کردید که برنامه موفق‌تر باشه و بهتر دیده بشه. خیلی موافقم، خیلی درسته. بچا عادل من شینا رو میخوام بهت معرفی بکنم. شینا الان اینجاست، میشه بلنشی ببیننت؟ شینا در سن خیلی کم ناشنوا بوده، در سن خیلی کم گوشش جراحی کرده، حلزونی براش گذاشتن و اینها و الان میشنوه، حرف میزنه خیلی درست و آره. شاید نقاشیشو بیار. خیلی ممنونم شینا. خواهش میکنم. تشویق کنی شینا رو.
شد. نقاشی شینا رو بیارین. راحت باش بشین تا نقاشیت بیاد. آشپزی چطوره؟ افتضاحه؟ نه هیچی نمیتونی درست کنی؟ هیچ هنری در واقع خیلی هنرام کمه. بعد کمه دیگه. واقعا اگر کسی برات غذا درست نکنه و ساعتی باشه که نتونی از بیرون چیزی تهیه بکنی قشنگ گشنگی میکشی؟ آره دیگه یه یعنی چیزی پیدا میکنم. نون و ماست دیگه نمیدونم. نون و ماست نیمروه رو دیگه لاغل درست کنی در این حد داره. مرسی خیلی ممنونم که اینو برای من کشیدی. منتظر ندیگه نبر دیگه آوردم خودت. آره مرسی مال منه. متشکرم شینا. وقتی حالت بد میشه چیکار میکنی؟ کتاب زیاد میخونی؟ کتاب میخونم آره کتاب هم اصولا اهل مطالعه هستی تو به شدت. خارج از محدوده کاریت هم ببین خارج از محدوده حرفه‌ایت و تحصیلیت آیا کتابی هم میخونی یا نه؟ آره من کتابم میخونم هم ترجمه میکنم هم. چی ترجمه میکنی؟ من دو تا کتاب تازه ترجمه که بهت دادم فکر کنم یه دونه دارم ورقش نزدی مطمئنم. بابا این واقعا آدم بی حیاییه. ورقش زدی خدایی؟ بله ورقش زدم. ولی نخوندیش؟ نه نخوندم. دیدی یه کتابی که دادم آره اون فوتبال علیه دشمن بود اون سیاسی اجتماعی بود اصلا فوتبالی نیست به خدا. بعد تو بخونی قشنگ میفهمی که چقدر خوبه فوتبال. بعد شاید مثلا بشینی یه بار یه فوتبال ببینی قشنگ سیاسی اجتماعی. قول میدم بخونمش. من یه خیلی تصادفی یه کتاب عمویی که دوستان بهم داد هنر شفاف اندیشیدن اصلا هیچ ربطی نبود فوتبال کتاب قبلی خوب کاملا فوتبالی بود یعنی حداقل تمش کامل فوتبالی بود. بعد همون خوندم و خوندم مثلا بهمن بود فکر کنم بیاد خیلی خوشم آمد از کتاب و گفتم بشینم ترجمهش کنم و تو عید با دو تا از شاگردام تو شریف نشستیم و یه واقعا وقت وحشتناک گذاشتیم و کتاب خوبی شد. ولی کتاب علی چیز چقدر طول کشید؟ ما به جشنواره میگم به جشنواره انقدر تو سینمایی هستی به به نمایشگاه رسوندیمش دیگه. نمایشگاه الان چاپ دومش تموم شده چاپ سومشه برکنه. آره اون کتابم یه دادم نخوندی چاپ پنجمش تموم شده چاپ ششم. مردم کتاب نمیخونن رامبد. آره خیلی بده خیلی بده خیلی بده خیلی. هیچ کتابی نمیخونن. کتاب مثلا چند کتابی که جذاب باشه واقعا نمیخونن. اصلا تعجب میکنن چقدر مردم کم کتاب میخونن. چرا باید تیراژ کتاب چرا باید 500 تا باشه 300 تا باشه؟ اصلا خنده داره. مثلا کتاب اونجا مثلا بالای 1 میلیون 2 میلیون تیراژ. بله 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 همه میخونن صف میکشن تو بله بله. تو مترو تو قطار همه دارن کتاب میخونن همیشه و ما اینجا هیچی در اونجا چرا نه تو شبکه‌های اجتماعی این داره واسه اون جوک میفرسته اون داره واسه اون یه چیز نچندان جالب میفرسته. خیلی بده و برای همین ما به علاوه فرهنگی ما باید خیلی غنی‌تر از این باشیم چون کتاب نمیخونیم. من فکر می‌کنم که دلیلش اینه خیلی کم میخونیم. خیلی موافقم. حالا این کتاب این چیزو بگم شفاف اندیشیدن یه بخش داره بامزه یه تنوجی که بامزه هیچش بامزه نیست خیال نکن مثلا بامزه است ولی نه میفهمم منظورت از بامزه خنده‌دار نیست. آره اصلا کتاب کلا درباره خطاهایی که تو زندگیت انجام میدی همه‌شون هم متوجهشون نیستی ولی بخونی میفهمی که همه رو چقدر تو خطا میکنی تو زندگی چقدر اشتباه میکنی تو زندگی. آره یه بخش داره به نام دانش شوفر. بعد شوفر به معنی راننده. راننده آره. آره ازش بعد اینکه مثلا ماکس پلانک جایزه نوبل میگیره بعد تو آلمان اینو میوردن تور کشور تور شهرهای مختلف آلمان میرفت سخنرانی میکرد درباره اون مطلبی که باعث شد که جایزه نوبل بگیره. بعد این رانندهش با خسته میشه بابا ولکن بابا جان خسته نمیشی تو این همه میری مونیخ و نه من دورتموند و نه منم گلادباخ و اینا میری دیگه یه بار بیا تو بیا جای من راننده من میرم جای تو. اینقدر شنیده بود این کنفرانسشو حفظ شده بود من میرم جای تو میرم اونجا راه میدم میرم تو مونیخ. بعد این رانندهش میره بالا میگه من ماکس پلانک هستم. کسا نمیشناخته چهرهتن که نمیشناختنش. میره بالا شروع میکنه این همون خود پروفسور ماکس پلانک میره و کنفرانسش رو ارائه میده. بعد اون تو اون جلسه یکی از اساتید دانشگاه مونیخ بلند میشه یه سوال میپرسه و بعد این راننده میگه من تعجب میکنم از شما که استاد این دانشگاه هستید و همچه سوالی داری. از راننده من بپرسید ایشون براتون جواب میده. چه باحال. آره نه با این فصلش این بود که آقا یه سری مثلا هم مجری ها اشاره کرد مثلا یه چیزی که کلیشه
میگم دلیلی که من فکر کنم تو موفقه اینه که ایجاد کلیشه‌ای نیست، یعنی تو هر دفعه یه چیزی داری در اینی که خودت هستی. چقدر تعریف کردم؟ خیلی. آره و هر دفعه یه چیزی بسته رو کردن داری. خیلی متشکرم. دیگه بسته. آره بسته. خب اینم جواب بده دیگه، بگیم بریم بیایم که جناب خانم بیاد. وقتی حالت بد میشه چی کار میکنی حالت خوب شه؟ قلقات چی هم؟ والا خلوت خودم سعی میکنم آروم باشم. من دوستای خیلی خیلی خوبی دارم غیر از خانواده‌ام که خیلی مدیونشم، مدیونشونم و واقعا هر چی دارم از اوناست. دوستای بسیار خوبی دارم که همیشه یک از رموز موفقیت من این بوده که دوستام همیشه بهم کمک کردن واقعا بدون هیچ چشتاش. خیلی دوست دارم که من واقعا بدون هیچ چشتاش مالی نمیدونم معنوی هیچی فقط کمک میکنن. یعنی مثلا نظر میدم، من همش خیلی سعی میکنم مشورت پذیر هستم. وقتی ناراحت میشم من سعی میکنم حالا با دوستایی که کنارم هستن آروم بشم و فکر نکنم به اون چیزی که، چون مسئله ناراحت کننده خیلی زیاد هست پیرامون ما، سعی میکنم خیلی بهش فکر نکنم. فوتبال ببینم، شاید اون دو ساعتی که آدم فوتبال میبینه رام بود قشنگ آدم میتونه غم و غصه‌شو فراموش کنه. این یکی از دلایلی که مردم همیشه علیرغم تمام مشکلات اقتصادی، مشکلات هر مشکلی که داشته، فوتبال دو ساعتی که فوتبال رو میبینن به چی فکر نمیکنن. این پولش اتفاق خیلی خوبیه. پرفورمنس فوق العاده ای. آره واقعا. آره فوتبال خیلی پرفورمنس فوق العاده. خب بریم بیایم و بگیم جناب خان بیاد. آماده؟ هم به هم بگیم یک دو سه بریم. بریم عادل فردوسی شیر اینجا نشسته. جناب خانم بهمون اضافه شده. یالا شیر شیران آمد عادل به من، عادل ایران آمد، به حل کرمان آمد، به شد خود قصده خندان آمد. مشد مشد ماشاءالله. بح 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 بح. سلام آقا عادل. سلام جناب خان، چطوری؟ چطوری؟ خوبی؟ قربون ستاره بچینی همین اول برنامه. خوبه رامبو جان. رامبو جان میم به. آره یعنی چی؟ صبر کن. یعنی چی؟ جان؟ یعنی چی؟ یعنی میام برا تو. چطوری فجه؟ فجه فرشته جوانده. فجه؟ فرشته جوانده. میدونی که ما عادل رو از قبل میشناختم، همکاریم. از کجا؟ ما تو صنعتی شریف همکاریم دیگه. تو مگه تو صنعتی شریف درس خوندی؟ نه درس میدم الان، تدریس دارم. چرا لبوشناسی درست؟ نه لبولوژی. لبولوژی؟ آره لبولوژی درست میدونم دیگه. لبولوژی. آره گروه همون البته باورت نمیشه اینقدر این لبو زندگی مونه گرفته.
مو شبام خواب لبو میبینو. باور کن به جان خودم همین اواخر یه شب خواب لبوی آلو عبرایی رو دیدم. خب اومد بهم گفت دمت گرم جناب خان که به ما میگی آلو عبرا. بقیه به چی میگن؟ آلو ورا. آها چقدر غلط واقعا. آره بایی درستش آلو عبرایه. آلو عبرا مثل فالو عبرا. آره درستش اینه. آره آره گرفتن. الان هم اتفاقا از تست که IQ برمیگردم. چند شد IQ؟ آیکیو چند شده؟ 480. چرا میخندی؟ جزم کن من میشه 480. سه اینه نگاه کن. نگاه بهنام که دیگه تو خانواده ما ضعیفترینه 370 در اومده آیکیو. بابا دیگه فکر نمی کنم کسی به طالب 180 رد کرده باشه. 200 نداریم اصلا. بابا احلام 950 آیکیو. سه این. یعنی چطور ممکنه نصف زندگیشو تو جهان‌های موازی زندگی میکنه؟ اینقدر دقیق تمام مسائل فیزیک حل کرده رفته توتش به جان خودم. من آی کیوش بالاست چرا با تو ازدواج نمیکنه؟ دقیقاً چون آی کیوش بالاست با ما ازدواج نمیکنه. من نمیخواستم بگم اینو اما خب دیگه گوی آره از زیر زبونت کشیدی. خب عادل جان ببخشید یورگن کلوپ ما رو هم که زدین تو رگ دیگه. به به دیدی آقای کلوپ اومد. آره با خدا می‌خواستم ببرنش پاریس سن ژرمن جای لورن بلانک که شما بردین دیگه. یورگن بین تییاگو سیلوا و داوید لوئیز. خب این کیو می‌خوای بذاری الان؟ خودم هم توش موندم به خدا. می‌خواستم شوانشتاگر رو بخرم که مصدوم شد. الان نمی‌دونم کیو. آره کیو بذارم به نظر شما کارشناسی؟ آقا چیز بده بهش، پیشنهاد بده. والا آخه بین تییاگو سیلوا و داوید لوئیز کسی نباید بازی کنه. دو تا دفاع وسط هم دیگه هستن، کی بیا اونجا بازی کنه؟ یعنی خالی اصلا نباید کسی رو بذاری اون وسط. خالی بذارم هر کی اومد بندازه تو لای تییاگو سیلوا تو گل. دیگه کو مو تازه اعتماد نداره بهش. اگه یکی رو بذاریم دفاع خطی میشه. خب سرهنگ علیفر بده. همین آقا علیفر هیچ چیز دیگه. آخه حالا بدبختیمو بین ادینسون کاوانی و دیماریا موندم کیه بذارم اینا جفتشون رو بذار خیلی حیفه. زلاتان رو بذار جلو. زلاتان بذار کاوانی این ور دیماریا اون ور قشنگ چه تیمی بشه. الو 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 لورن جان لورن نگاه کن الان آره با عادل دارم صحبت میکنم میگه کاوانیه با دیماریا جفتشو بذار. آره نگاه کن میخواستم بفروشمت کلوپو بیارم شانس آوردی برو 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 نون باری نشد برو قربانه فدو تاکی بچینی لشامپیونه فد کنی قربان بوس بوس. ببخشید مشغول صحبت بودین ما همه چوری فایده این تیمی که الان خریده واقعا تیمه به درد بخوری الان فعلا. خیلی تیم خوبیه. آره؟ آره یعنی سرمگذاری درستی کرده؟ آره بابا خیلی کارش درسته جناب خان. خب قربان. خدا رو شد ما از ناصر الخلیفی خریدم دیگه میشناسی؟ آره ناصر افهان. خب عادل بگو بهم چی بگم؟ خاطره. خاطره من چون من میگم من پدر مادرم جفت شمال رفسنجانم خیلی هم خوشحالم افتخار میکنم به اینکه من تمام فک و فامیلم رفسنجان و کرمان هستم و اونجا زندگی میکنن نه پدر مادرم که تهران هستم من همیشه تهران بودم و پدر مادرم از من که به دنیا آمدم من تهران بودم تا از من پدر مادرم تهران هستم. بچه 11 مهر به دنیا آمده یه چند روز از تولدش گذشته همه بگیم عادل تولدت مبارک. 1 2 3 عادل تولدت مبارک. ما یه مراسمی بود توی بعد میافتیم رفسنجان بعد من و خواهرم با هواپیما رفتیم کرمان رسیدیم فرودگاه کرمان بعد تاکسی گرفتیم مراسم منتظر بودن که ما برسیم رفسنجان که مراسم رو شروع کنم. مراسم چی بود؟ من مادر بزرگم فوت کرده بود و نمیخواستم بگه حالا گفتیم بعد منتظر بودن که ما بریم مراسم شروع کنم بعد رسیدم اونجا به تاکسی گفت بعد از کرمان به ما زنگ از رفسنجان زنگ زدن گفتم بعد بیا خیابان مثلا فلان خیابان شهید نخعی نخعی چهارم بیا اونجا مثلا پلاک فلان بعد ما رفتیم به راند تاکسی آژانس گرفتیم کرمان تا رفسنجان 100 کیلومتره و بهش گفتیم که آقا مثلا برو ببر فلان جا رفسنجان خیابان شهید نخعی. نخعی من نمیشستم گفت من بچه کرمونم بچه رفسنجان نیستم حالا می اونجا میپرسید رفتیم وارد رفسنجان شهید زنگ میزنه آقا بیا اینجا با میخوام مراسم شروع بشه و میخوام مثلا مراسم انجام بدم
بعد رسیدیم رفته نمیپرسیم آقا خیابان شهید نخعی کجاست؟ بعد میگفتش نخعی نداریم مثلا. آقا فرسو چطوری خوبی فلان مثلا دوست دارم. حالا دفعه دوم سوم چهارم پنجم رفت دیدم پمپ بنزین قشنگ یاد پمپ ماشین پیاده شد آقا بابا این خیابان شهید نخعی کجاست؟ نخعی چهارم مگه اینجا رفسنجان نیست؟ بعد گفتم آره. بعد گفتم نداریم. بعد یکم گذشت بعد گفتم آخ فهمیدم. گفتم یکم جلوتر رفتم آقا بابا خیابان شهید نخعی کجاست؟ گفت نخعی آ میری این و دور اینقدر کاملا واژه نامفهوم میشه. آره یعنی اصلا کلا کسره خیلی مورد استفاده قرار میگیره، خیلی لهجه قشنگیه. نخعی مثلا رامبد جوان فکر کنم میگن رامبد جوان. آره مثلا میگن پنیر نمیگن. تو هم در از فردوسی پور بودی شدی میتونم ببخشید رعایت کن. فکر کنم الان 80% مربیا و مدیرای تیم‌ها تو لیگ دلشون خنک شد. گفتم که به آدم گفتید همه تو دلشون یک صدا گفتن و جان خدا. ببین تازه ما کلی غذا داریم اونجا، این دیدم بزقرمه گفتیم مال سیستان و بلوچستان، بزقرمه ما کرمان داریم مثل بنز. بنز قرمه دارین یعنی؟ حتما شما دارین، اونم دارین. آره بزقرمه داریم، بعد چیزایی داریم ما. تو طرف خوردی؟ چی؟ تلخ؟ طرف تلف میگن، طرف هم میگن. خوردی؟ نه چی؟ کجی میوردم برات؟ شما بهش میگید، شما تهرونی ها؟ ای تهرونی ها؟ اتا تهرونی نیستی ها؟ حرف زدی راجع به تهرونی ها؟ آره حالا مثلا من اولا آذری هم بعدم به اردو من تهرون دارم زندگی میکنم. تهرون به دنیا اومدم، تهرون بزرگ شدم، بچه تهرون هم عرب هستم، حواست جمع باشه. خب میاد برات ها. آره بیام نمیشه شیطونه میگم ببافمشی واسه شانیقا جلو آدم. راجب کی داری حرف میزنی؟ جان؟ راجب کی حرف زدی؟ یه به طور کلی گفتم، گفتم کسی که باید خودش میشنوه. آره نه اصلا بعد من این طرف کفو و تلف در مکش که ترو میگه چه اینا؟ احساسی که تو داری چینی هم میزه چی داری میگی؟ کشکی هست که تره، بهش میگن تر که میگن تر بهش. خب؟ کشکی ترو بعد مثل قرقروت، شما بهش میگه قرقروت شما ترونی ها خیلی خوشمزده است، من شدیداً دنبالش میگردم پیدا نمی کنم و برام فرستادن خیلی ترشه، چون من خیلی چیزه، من چیز ملس خیلی دوست دارم. گفت چی دوست داری؟ مثلا من شما خودم خیلی ملسی راست پرش خیلی دوست دارم، ولی ملس باشه خیلی دوست دارم. دلم خواست. چه غذایی خیلی دوست داری؟ غذا خیلی بد غذا. آه یعنی آره خیلی جان؟ خب بعد من مثلا قرمه سبزی. از غذایی هست که بگی وا؟ نه در این حد وا اینا نه، ولی خب خیلی غذا نمیخورم. رامبو غذا رو اصلا دوست نداری؟ نمیخوری؟ خیلی ها بگم بعد تا آخر برنامه‌تون باید بگم. راست میگی؟ مثلا ماکارونی، لازانیا، پسنجون، بادم جون و قص علی حزا کدو. وای 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 همه جونا رو پس نمیخوری نه؟ چا؟ جون هر آره. جون داره نمیخوری. آره چی؟ فست فود چی؟ دوست دارم ولی نمیخورم. آها رامبو ها ما یک قطعه شعر کرمونی آماده کردم به عادل هدیه کنم. نه بابا حتما با... بله 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 رامبو خیلی هم جالبه، یه چند تا بیت خوندی مال آقای حمید نیک نفس. خب عادل میشناسش بکنم؟ بله بله مدیر عامل باشگاه مثل کرمان بودن. یه کتاب دارم به نام چغوک اوچکو. آفرین دقیقاً همین. آره آره چغوک اوچکو. من میگم من خیلی کیف میکنم با لهجه کرمونی. چغوک یعنی کبوتر مثلا گنجیشک فکر کنم. حالا بعد او چکو آب، او یعنی آب، چکو یعنی چکه میکنه. خیس شده یعنی اخی. آره اخی کبوتر آب چکون مثلا کبوتر مثلا گنجیشکی که زیر بارون خیس شده باشه. نمیدونم چی گفتم. آره نه به نظر مفهومه. خوبه خب برو. آره ما اینو گفتیم بعد آقای نیک نفت اتفاقا دو بیت هم جواب داده. دقیقاً بابا. آره الان کاملشو میخونم. ما اون دفعه خوندیم گفتیم چگو که او چکویم مادرم کو، رفیق چشتخار و حادرم کو، چه قاروندی من ورتوی مشت، گلیم کتکتوی پادرم کو. خب حالا آقای نیک نفس دوباره برگشته اینه گفته، گفته لباس کتکت و کوشای کانه، عجب ور میگله ور ما زمانه، کلو هندونه ای خانی جوانی، غم از دل میبرن با خندوانه. آه ویه
ترک کردم که پشت بریار کردم رسیدم بر سر آب چقادک نشستم گریه بسیار کردم آبادان دریا ساکتن آبادان دریا ساکتن تیم صنعت امروز راحتن تیم صنعت امروز راحتن ماشاءالله دمت کرد آفرین بهت افتخار کردم کرمونی هم بالاخره همه رو متوجه شدی چی میگی بیشترش آره حتی خیلی لغت تخصصی اینجوری نیست که مثلا فکر کنی که زبان کوچیکی باشه خیلی لغت تخصصی داره یعنی نه داره مثلا یه سری لغت سر تعظیم بعد فرود بیارم آره 100 درصد آره 100 درصد نه ولی خوشوقم خب ولی من که خب لهجه من مثلا دور و برم فک و فامیل با کرمونی صحبت کردن قشنگ لهجه‌ام برمیگرده لهجه میتونم داشته باشم ولی ندارم و تو خونه همه با لهجه صحبت میکنیم مثل ماما اینا با هم دیگه نه ته لهجه دارم دیگه به هر حال طبیعی است اونجا بزرگ شدن الان بخوای به مادر یا پدر یا هر کسی که دلت میخواد چیزی بگی چی میگی مستقیم خطابش کنی تقریب خیلی دوستشون دارم نه دوستشون دارم میشه شخص سوم مستقیم خب مادرم که فوق‌العاده است بی‌نظیره همه احساس میکنم بهترین مادر دنیا دارن خیلی عزیزه برام خیلی 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 و سلامتش برام مهمترین نمیتونم صحبت خیلی سخته بابا لام هستم چیکار میخوای بزنم برام از همه چیز مهمتره و پدر عزیزم که همیشه پشتم بوده کنارم بوده خیلی دوستتون دارم هر چی که دارم از شما دارم به به رامبو جان به به رامبو بله شما دوتا رو که الان از دور دارم نگاه میکنو یه وجه مشترکی دارین واقعا خیلی قدمونه نه 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 عادل جان میگه چقدر خوبیم ما شما میگیم ما خیلی باحالیم خیلی این جریانش چیه شما دو نفر این تصویر از خودتون دارید جریانش چیه که ما دو نفر چی؟ این تصویر از خودتون دارید چی شده؟ ما داریم راجب یک چیز جمعی حرف میزنیم ما خیلی باحالیم آره؟ همه تون بگین ما خیلی باحالیم خیلی چقدر خوبیم ما خیلی عادل جان ببخشید الان فرصت رو استفاده کنم یه سوالی الان یه 10-12 سالی است تو گلوی ما گیر کرد جدی دارم گفتم از این تریبون استفاده کنم این سوال از شما بپرسم واقعا چه وقت چیپ زدن بود آقای گل محمدی آخه این یحیی آمد توضیح بدم من رامبو دادم یکم رامبو دادم منو بذار توضیح کنم آره ببین بازی ایران چین بود خب. بعد پنالتی رو چیپ زد خیلی همون تیم دوست داشتنی بود بعد گفتن چه وقت چیپ زدن آقای گل محمدی بعد بنده خدا یحیی خیلی هم دوستش دارم از اون هر وقت منو میبینه میگه بابا یه چیز گفتی تو خیابون همه منو میگن میگن چه وقت چیپ زدن آقا چه وقت چیپ زدن بود آخه ولی عادل جان اجازه میدی ما از جواب قانع نشم سرتو نکوبی به جایی اخ میخواستم سر بکنم تو میز آخه احلام چی میشه جناب خان احلام چی میشه احلام نه اگه تو سرتو بابا بکوبی به میز ناراحت میشه خب مطمئنی ناراحت میشه؟ آره فکر کنم این خیالش هم نیست سبزمون فرفری مال نافکرمون سبزمون فرفری مال نافکرمون برای فوتبال مریض دوا و درمون از اون روزی که با 90 اومده خود جوش عادل و کار درست و خوب بوده و خود جوش فردوسی پوره با شرف بمون همیشه بی طرف فردوسی پوره با شرف بمون همیشه بی طرف وی سبزه و مو فرفری مال نافکرمون برای فوتبال مریض دوا و درمون از اون روزی که با 90 اومده خود جوش عادل و کار درست و خوب بوده و کت پوش فردوسی پور با شرف بمون همیشه بی طرف فردوسی پور با شرف بمون همیشه بی طرف آفرین
آخر که زدم ما هممون تو رو خیلی دوست داریم. منم خیلی لطف داری، منم که اول دوستم تو رو که خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم تو اینجا. یه سوال از بپرسم؟ بله. تو گفتی بازی دوست داری، منم گفتم بازی دوست دارم. به مرگ فکر می‌کنی قطعا دیگه؟ بله بله. بعد دوست داری چجوری بمیری؟ حالا مثلا 50 60 سال دیگه، نه الان. نه، بر هر موقع. خیلی جالبه که من دقیقاً دیشب داشتم به همین فکر می‌کردم. به اینکه چه جوری مردن میتونه برام جذاب باشه. ببین خیلی جورا فکر کردم. اینکه ممکنه آدم تو تصادف این اتفاق براش بیفته، اینکه ممکنه یعنی تصادف ماشین، ممکن از ارتفاع پرت بشی، ممکنه سکته قلبی بکنی، ممکنه یک مریضی خیلی سخت علاج بگیری. ولی واقعا دیشب داشتم به این فکر میکردم که دلم میخواد در هر شرایطی که داره این اتفاق برام میفته و تو اون لحظه متوجهش هستم که دارم میرم، چون بعض وقتی اون تو متوجه نمیشی، ولی ترجیح میدم متوجه باشم. این اولیش. دوم این که دلم میخواد شبیه یه گیم باشه، یعنی حسم این باشه که دیشب داشتم به این فکر کنم این یه گیم که احساس کنم آها الان میرم، میرم مرحله بعدی، حالا میخوام این کارو بکنم و بازی رو ادامه بدم. واقعا حسم این بود. بعد شک ندارم تصویر خودم هم دیدم که انگار مثلا اینجوری سرم اینجاست، دوربین اینجا، خودم رو میدیدم که با لبخند دارم این کارو میکنم و چشم بسته میشه. خدا من پیشنهاد بس این، چون دوست داره هیجان داشته باشه دیگه. من خودم همیشه دوست دارم هیجان باشه. بعد مثلا سقوط هواپیما برای من خیلی در نظر عادل، اون برای من یه فوبیاست. فوبیا؟ هایی تو از هواپیما میترسی؟ نه، از ارتفاع میترسم و احساس میکنم سقوط هواپیما خیلی چیز کوفتیه. نه میشه بیه جذابه ببین. یه بار یادت اول برنامه چی گفتیم که دیوونه است؟ بکن به سقوط هواپیما میگه جذاب. ما هیجان داره خودش هم توشه. بعد تو که همه دارن میگن آه این میگه آه اون لحظه اون لحظه عادل داره با خودش میگه چه میکنه این خلبان. آره واقعا این مدلیه احتمالا. چه پرواز نکنی شده این خلبان. خب بعد نمیدونی هیجان انگیز از این نظر که اولا مخالفم صفر تا صد مرگم طول بکشه، یعنی مثلا دوست دارم از لحظه ای که به قول تو متوجه میشم تا دارم میبینم مثلا زیر یک دقیقه قابل تحمله. آره 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 آره. ترجیحاً بخوره به صخره مثلا. اینجوری نه. آره مثلا میشه، چون خیلی این فاصله ای که اتفاق میفته تا تو میخوای سقوط کنی این سکته میکنم از ترس، این خیلی بده، اینو دوست ندارم. جی که با آدم وارد آره. میشه خیلی اینو دوست ندارم. دوست دارم مثلا ترجیح میدم اونایی که دوستشون دارم هم همراهم باشن. خب چرا؟ برای که یعنی چی؟ خانواده هم دوست دارم. الان بیای بچه ها قرار با هم قرار رو بخوریم به صخره. ولم کن عادل جان، ما رفاقت صمیمی با هم نداریم. نه با هم اینجا با هم آشنا شدیم. آره بعد یه مدل دیگه این برام مثلا جذابه. آخه چند وقت پیش پرواز بودیم رام بود عادل یه سوال بپرسو. آره دوست داری آقای مایلی کوهن آقای قلعه نوری هم باید باشم؟ بگذاریم. ببین اصلا یک از سوالی که میشه از عادل کرد یه روزی، حالا هرچی بگید لیست مسافرهایی که دلت میخواد اون پرواز باشن رو بنویس. جا نمیشن لا اصلا جا نمیشن از این باید 727 یعنی دو طبقه باشه. جا نمیشن ولی لیست کسایی که دوست دارم من توش باشم اونا خیلی زیاده. قشنگ میتونم آها یه پرواز داشتیم میومدیم فکر کنم از تبریز از کرمان داشتم میومدم تهران. بعد این هواپیما بلند شد، این دو تا خانم کنار من نشسته بودم مثلا، بعد یکیشون گفت وای وای آه اینجا قش کرد، قش کرد واقعا، قش کرد قش کرد. این مثلا چه وضعیتی بودین؟ تو دوش پرواز داشت تیک آف میکرد، بعد تکون تکون میخورد، خیلی هم تکون میخورد خدایش، ولی خود برای من جذاب این بعد
هیچ این خانومه برافم این مهموندارو بنده خدا آب میخوام صورتشو نمیدونم قرص بهش دادن بعد ما برای من شروع کردم براش نصیحتش کردم خانم ببینید خودم براش توضیح دادم چقدر مرگه با سقوط هواپیما چقدر جذابه بعد اون خانومی که بغلش گفتم میشه خواهش کنم فرستو شما نصیحت نکنی میدونم تازه داره میاد بالا مثلا رویش من تو صحبت نکن ولش کن بابا وای دیوونه شدم بابا چیه اینا چیه؟ دیوونه دارم شما از دست خادر فردوسی بودی آره بابا خیلی عجیب غریبه نه من دوست ندارم خیلی من لطفا تو اون هواپیما نباشم یه پرواز داریم با هم بریم یه جایی کرمان با هم بریم دو نفری بعد فکر کن سوار هواپیما بشی یا عادل تو هواپیما نشسته از این بعد بگم کسی آره کسی تو هواپیما آره از این بعد هر کی سوار هواپیما بشه تو رو ببینه میام میام من میخوام پیاده شم اینو بکنم چون استقبال میکنه از این قضیه تو پس تو علاقت اینه بانجی جامپی کردی تا حالا نه اونو دوست داری؟ نه فکر میکنم برام جذاب میتونه باشه ولی نه من هیچ وقت این کارو نکردم فکرم میکنم هیچ وقت این کارو نکنم ولی اگر تو این کارو بکنی منم حاضرم باید بیام بریم بانجی جامپینگ کنیم با هواپیما با هم بریم یه جایی خب بس ولش کن معلومه نمیکنی ولش کن بیخیال عادل جان چونم آقا ما دارم دیوونه میشم آقا فرق دپارتمان داوری با کمیته داوران تکلیف ما رو کیتون روشن کنه یه تیم آقای فریدون اسفانده داره برای خودش یه تیم این آقای عنایت داره بعد معمولا اینا داور میچینن اونا وتو میکنن آقای نصیر زاده کجای داستان قرار میگیره بعد اونم وسط اسب واسه خوده اخی میگم عادل جان این مو میگم وو خب این زیر مجموعه کمیته اخلاق باید برم یا کمیته انضباطی منشور اخلاقی باید به حال بررسی بشه که او چی میتونه باشه چی میتونه باشه فرق میکنه اگه اینو به رامبد بگم خب هر چی دیگه خودتون میتونید تصور کنید به بقیه بعدش سلامتیه و سلامتی ولی برای ایشون فرق میکنه آره بین خودم و خودش بذار بمونه جان اومدی برام؟ آره آره الف میم یعنی؟ یه بوس برای عادل بفرست از همون بوسه که جدیدن میفرستی عادل اینو نگاه کن روش جدیدشی جب کن برو به خود تو لپ عادل چی به لپ عادل بده خدا فز بوس این روش جدید بوس فرستادن میشه وسط رو هم که بوسه داره میره بعض وقت بوسه اسلو موشن میره با سرعت آهسته میره میگه خدافظ بوز رام بودی ادا چیه در میاد مرد اصلا من تعریف میکنم چیه ماجرا چه مو اینجوری صحبت خدافظ چه مو اینجوری حرف زدم خب الان وسط این جمع مو یه پشتک بزنم هلیکوپتر بیام برات خوبه جلو عادل فدسی پور آرزومه یه بار ببینم تو این کارو میکنی چون خیلی دلم خواد ببینم چه شکلی میشه میام نگران نباش به زودی میام به دارم روش کار میکنم اون دفعه یادت گفتی دمپایامو در بیارم بیام برات هلیکوپتر بیام یادت دمپایامو در بیارم در بیارم حالا چرا با دمپایی میای تو استودیو خب با چی باید بیام نه دمپای لانگشتی هم اصلا نمیدونم چرا با تمام تو میدونی این آقای کلم بغل دست من کیه کدوم آقا این بر بابا آقای عزیز من اینجا نشستم چرا آسمون رو نگاه میکنی؟ نفهمیدم کدوم ها ایشون بله دیگه امیر فردوسی پور دیگه آه بله ما عادل با ای شناختیم آها جان خودم هر جا میگن عادل میگن برادر امیر فردوسی پور میگی دیگه آفرین پس امیر رو میشناسی آره با امیر ایجوری هستیم ما سه یه عکس سلفی بگیریم با هم ستایی با امیر آره عادل بده عادل بگیر از اون کف کنه ما ستا تو عکس باشیم من و امیر و فرشته یه هوی عادل تو هم یه اینجا بشینید عکس ستایی بگیریم آره بعد بیا از اون بیا مثل تو یه بیا شما که به راحتی از همین برمی توی بیایی ماشاءالله ایران ایران عادل به میدان عادل
من ماشت بکنم. آره آره آره. بوس بوس با هم بیا بیا یه بوس بوس کن. نه آره بابا بوس بوس کن. اوه آخه آخه بیا 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 چند تا دیگه یکی از طرف آقای مهدی کهن این طرف آقای قلعه‌نویی این بسته آقا بابا رامبو تمام شدم تمام شدم بلوم کن پا تا از زندگی ما نمیخوای بکشی بیرون جیگرم حال میاد ما چک میکنم رامبو جوان ناز داره ناز به جوان شدار رامبو جوان ناز داره ناز به جوان شدار عادل نارگیل فردوسی پور وی رامبو ده والا جناب خان وی جناب خان و عادل این اسکادیوم آزادی شده عرض کنم که عادل تو حامی برنامه داری؟ من الان واسه شبکه 3 واسه برنامه 90 بانک سپه کل مسابقه پیامکی ما رو گرفته فقط در همین حده یعنی چی؟ چیکار میکنه؟ یعنی اولا بابت این که من اسمشو میگم یه پولی به شبکه 3 میده نه به برنامه 90 فقط به شبکه 3 بعد خب به شبکه 3 میده تو هم طبق برآورد در شبکه 3 من نه من برآورد اصلا جدا تو فرقی نمیکنه چه داشته باشید نداشته برآورد من دقیقه سر جاش هست آره آره و بابت اس ام اس هایی که مردم میدن همون اس ام اس مثلا فرض کن من به تو اس ام اس میذارم رامبو چطوری خوبی چقدر به همون عدد 15 تومن مثلا آره. اونم مثلا میفرستی واسه 2090 همون قدر بعد یه دونه اس ام اس بیاد و 10 میلیون اس ام اس بیاد فرقی نمیکنه فقط پولی که به حال این اپراتورا میگیرن دیگه واسه اس ام اس عادی که من تو واسه هم دیگه ممکنه بفرستیم آره آره در نتیجه در همین فضا فقط همین فضا تبلیغاتی تو برنامه ما وجود داره اوکی من خودم بواسطه همیشه این فضا رو فقط گذاشتم یعنی کم خیلی وسواس به خرج خسارت به خرج میدی چقر و بد آره، بدن بدنی یه نکته بگم اتفاق خیلی هم خوبه که عادل اینجا نشسته یه نکته بگم برای روشن شدن رابطه یک برنامه مثل حالا خندوانه یا حالا مثل 90 با حامی برنامه کاملا به این شکله که حامی برنامه پولی رو به تلویزیون میده و برنامه طبق برآوردش پولش رو میگیره و میسازه دقیقا این شکلیه که اگر حامی برنامه داشته باشه نداشته باشه هیچ فرقی نمیکنه ما هزینه هام رو از تلویزیون میگیریم و خرج میکنیم برنامه همونو میسازیم این حامی برنامه متعلق به برنامه است ولی برای تلویزیون این خوبه که متوجه بشین چجوری چون بعضی وقتا فکر میکنن ما داریم مستقیم داریم پول میگیریم و هزینه میکنیم نه خب الان ما حامی که داریم حالا دیگه همین دارم بانک سپه بوده واقعا یک ریال تا به برنامه 90 نداده بله بله. توی این دو سال اخیر و نخواهد داد اصلا هیچ ربطی نداره ما چه داشته باشیم چه نداشته باشیم بس همون برآوردی که قبلا تنظیم شده داریم برنامه رو میبریم مونته میخوایم از عادل خدافظی بکنیم یعنی هممون با هم خدافظی بکنیم شما دیگه موضوعی نداری نکته نداریم با عادل بخوایم مطرح بکنیم خدافظ عادل خدافظ خدافظ خداحافظ عادل و شاید خداحافظ خندوانه جمله آخرش بده واسه چی بود جمله آخرش واسه چی بود خب بگو یه نکته ای داشت خداحافظ خندوانه؟ نه نه بابا دو دقیقه فوتبال ندیده ای رامبو دو دقیقه هم ندیده بابا من یه جمله گفتم خداحافظ جام جهانی و شاید خداحافظ برانکو ایوانکوویچ بعد از بازی دوم این الان من بابا خیلی فوتبالیه جناب خان آره خوب یاد بگی لامصب باش یکم یاد بگی لامصب تو خجالت بکش اون میتونه اجازه داره رفیق من کارشناس فوتبال میتونه این حرف رو بزنه تو چرا بعد اینو بگی دقیقا من تکمن با این روشن بکنم تو چرا بعدی با من اینجوری حرف بزنی باش ایشون آرزوش اینه که تو هیئت مدیره لیورپول باشه کی؟ ما پاریس سن ژرمن رو دارم نگاه میتاری آها یعنی تو خیلی سرتر از عادلی بابا خدا این جلیقه جر و آجر میکنه یعنی تمام این نیمکت سبزار میندازم تو هوا یه جودان سوکی میزنم جودان سوکی سکن جودان سوکی میدونی کدومه؟ نمیدونم کاری ندارم اصلا چیه میام یه ماهیگیری میام برات به جان و دیوونه دارم میشم آروم بگیر
امیر آرومش کن، امیر آرومش کن، آره آرومش کن. امیر آرومم کن، امیر آرومم کن، امیر. امیر آرومش کن، امیر آرومش کن. وای. یه شوت روبرتو کارلوسی میزنم برای اینو فهمیدم، اینو فهمیدم. غلط، خط دفاعی بره تو گل فابیان بارتز. یه بار شوته شد، سرعتش گرفتن 120 کیلومتر بود. آره، بعد اصلا این کاتی که اون توپ بازی با فابیان بارتز میگه اصلا توپ اینجوری رفت و اینجوری اومد. فوق‌العاده است. عادل جان، میخوام ازت تشکر بکنم. مرسی. مخلصم. و اینکه اون چشمونو ببندیم اینا رو که دیگه دیگه چشم نبندید چشم ببندیم ما رو ببر آنفیلد کجا؟ آنفیلد ایچی وابلش وابلش برشگاه لیورپول آدل میخوام ازت تشکر بکنم و این لو تقدیر بکنم هیچی نمیفهمم از حرفشون خیلی خوب پس دیگه آدل چشم اینو میدم باشه خودت میدونی چیه اینم حامی برنامه‌مون هدیه داده بهت مرسی تقدیم به تو خیلی ممنون یه خدافزی کنیم اصلا اونها رو بگو اینجا جیره جیرانا ما آدل پسته خندان آما باشه باشه یلا یلا باشه باشه تنبا یا ایت تنبا ایت حجه تنبا یا ایت تنبا ایت ولی تنبا یا ایت لا ایت لی تک تنبا ایت تو تو تک تنبا یا ایت تو بلا تک تنبا ایت خیلی ممنونم از تو من مطمئنم یکی از ماندگارترین قسمت‌های ما شد و مطمئنم تماشاچی هم همه خندمانه تو خونم خیلی کیف کردن انشالله با ما و واقعا این حال هوایی که اینجا ما داشتیم منتقل شده بهتون جای تک تکتون اینجا خالیه ولی میدونم که ما پیش شماییم خب به احترام مردم عزیز ایران بلند شین لطفا کمربنده رو باز میکنیم آماده یک دو سه اخه چی شد؟ بابا این شلوار افتاد دوباره ای بابا ده دفعه نگفتم این کمربند ایمنیه نه کمربند شلوار بابا خب ایمنیشو بگو شاید که در جریان نباشه جای بدی باشه عزیز من این کمربند ایمنیه بکش بالا سوراخش گیر کرده سوراخش گیر کرده بیام کمک آی چی شد؟ چی گیر کرد؟ نه این چیز تیزه کمربنده رفت تو نافم کمکت بکنم؟ نه آقا زشته بده من این از تو نافم در بیار بکن توی سوراخ کمربنده آره دست در نه خب آماده؟ آده جان چه کنم؟ چی کنم میکنم اینجور موقع؟ تو یه چیزی میخواست تعریف بکنی؟ آره دیگه نشد دیگه مثلا اینکه من خیلی با موتور رفتم سر گزارش یعنی مثلا گیر کردم تو ترافیک ترک نشستی دیگه خودت که نروندی نه نروندم بعد یکی دوباره کردم سویچ ماشین دادم مثلا یه بار دوتا موتور سوار بودم بعد خیلی دیرم شده بود اوایل مثلا سال 1996 اینا بود یعنی 20 سال پیش بعد 19 سال پیش بعد من داشتم میخواستم گزارش کنم بعد خیلی دیرم شده بود اتوبان چمران بودم نمایشگاه بودم چی بود بعد دو نفر موتور سوار گفتم سلام شما خوب و اینا گفتم ببخشید من میشم بیام پشت رانندگی بلدی گفت آره چطور گفتم شما بیا بشین پشت ماشین من ماشین من رو بیا بذار در به شمال من اونجا پارک کنم کلیدش بده به حراست من با موتور من اونی که موتور سوار بود من رسوند و ماشین من ول کردم و بعد آخرش گذاشت تموم شد رفتم کلید در حراست گرفتم و میتونست نذاره چه باحال
آقا محترم خیلی رفتم سر گذاشتین، کیف میده؟ خیلی تجربه کنم مثلا دیر رسید، دیر خواستی به چون زنده نیست دیگه، کیف میکنه. آره خدا خب؟ نه یه مثلا متصور شدم همه چیدی چه کارایی دوست داره سقوط ها به ما برنامه زنده با بود، اما ترسیدم یه متصور یعنی خیلی دیرم شده بود، بعد گفتم که بقید یه موتور مقامه من برسون تو رو خدا بازی دیر شده اینا، بعد این موتور نمیم موتورش کراس بود نمیم چی بود، ببین دقیقا این ارتفاع رو میگفت آماده تک چرخ بزنم به خدا ببین میپرید، یعنی من اینقدر ترسیده بودم من واقعا، بعد فهمیدم که مرگ با سقوط از موتور خیلی بدتر از هواپیما است. عادل برای مردم ایران یه آرزو بکن. خدا بزن. آرزو سلامتی برای همه مردم ایران، همه چیز خوب براشون پیش بیاد و انشالله که دست به دست هم بدیم کشورمون رو آباد کنیم، همه بمونن تمام نوابق بمونن که کشورمون نرن از ایران، همه دست به دست هم بدیم کمک کنیم که ایران عزیز به موفق باشه، چون واقعا با استعدادهایی که ما توی مملکت داریم میتونیم همه کمک کنیم و کشورمون رو ببریم به سمت جلو. الهی امیدوارم انشالله. مردم عزیز ایران براتون آرزو میکنم که با تمام حرفایی که عادل زد در کنارش سالم سلامت خوشحال و شاد و خندون در کنار خانوادتون باشین. خداحافظ. رو به اونجا یک دو سه شاد باشین. عادل 90 میبینمت کوکا.